سلام، وقت بخیر همراهان گرامی. باز هم خوش آمدید به یک ویدیو دیگر از چینل کیمیا. در این ویدیو قصد داریم شما را با فواید و مضرات کلپوره و یا دنبلان آشنا کنیم و اینکه ببینیم این موارد از لحاظ علمی ثابت شده اند یا خیر. پس تا انتهای ویدیو ما را همراهی کنید و لطف نموده چینلتان را سابسکرایب کنید، زنگوله را هم بفشارید و جهت حمایت ما ویدیوها را لایک کنید. کلپوره یا دنبلان یک غده چربی است که جزء اندام تناسلی چهارپایان نر از جمله گاو، گوسفند و بز محسوب می شود. این غده سفید و پرچربی در واقع همان بیزه دام است که وزنی در حدود 100 گرم دارد. کلپوره به صورت کباب شده در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و مدیترانه به عنوان یک غذای لذیذ و پرطرفدار شناخته می شود. در بسیاری از کشورها کلپوره گاو و گوسفند محبوبیت زیادی دارد. و اما در مورد خواص کلپوره، در رابطه با این غده خواصی ذکر شده است که اغلب عامیانه هستند و پشتوانه علمی ندارند. به عنوان مثال، بسیاری از افراد معتقدند مصرف کلپوره یا دنبلان موجب تقویت اسپرم در مردان می شود که البته از نظر پزشکی ثابت نشده است. لازم به ذکر است که در بسیاری از منابع خواص ذکر شده برای کلپوره رد شده و حتی مضراتی برای آن معرفی شده است. به عنوان مثال، این غده ها آنتیژن و موارد زائدی دارند که می تواند موجب بیماری در بدن شوند. با وجود طعم خاص و لذیذ این غده، در مصرف آن محدودیت وجود دارد. بخشی از این محدودیت ها شرعی است و به دلیل تحریم خوردن آن در دین و شریعت اسلام شکل گرفته است. در واقع از منظر دین اسلام مصرف بخش های از بدن گوسفند حرام است که اندام های تناسلی یکی از همین موارد هستند. اما نظر علمای اهل سنت و اهل تشیع در این مورد متفاوت است. اهل تشیع خوردن کلپوره را کاملا حرام می دانند. اما علمای اهل سنت گفتند که اگر حیوان حلال گوشت به صورت شرعی ذبح شده باشد، همانطور که گوشتش حلال است، بیزهش نیز حلال است. بسیاری ها کلپوره را به خاطر بالا بردن اسپرم یا تقویت جنسی می خورند. دلیل این که مردم خواص کلپوره یا دنبلان را بیشتر در اسپرم سازی می دانند به علت مقدار بالای تستوسترون آن است. تستوسترون هورمونی است که بیشتر در مردان و همچنین پستانداران نر دیده می شود. این هورمون در اسپرم سازی نقش دارد و محرک جنسی است. زنان نیز دارای مقداری کمی از تستوسترون در بدن خود هستند، ولی چون تستوسترون به عنوان هورمون جنسی مردان شناخته شده و کلپوره و دنبلان گوسفند غنی از آن است، به عنوان خوراکی مفید در تقویت اسپرم سازی مردان شناخته می شود. با این حال، هورمون تستوسترون در صورت پخته شدن در دمای بالا تجزیه می شود. به همین دلیل نباید کلپوره یا دنبلان را در دمای بالا و به مدت طولانی پخت. و در آخر هم باید بگوییم که اگر کلپوره یا دنبلان از نظر پزشکی مفید می بود، در دنیای غرب بیش از من و شما به آن روی آورده و در کتب مراجع پزشکی از آن به عنوان یک داروی مؤثر نام می بردند. در حالی که در هیچ کتاب پزشکی هیچ اثری از استفاده این ماده به عنوان دارو و یا یک ماده مفید اثری نیست. همراهان گرامی، با امید اینکه این ویدیو برایتان مفید بوده باشد، حتما نظریاتتان را در کامنت برای ما بنویسید و بگویید که آیا تجربه خوردن کلپوره یا دنبلان را داشته اید یا خیر. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.